حاکمیت ملایان این روزها با بحران‌ها و یا ابر بحران‌های متعدد روبروه. بحران‌هایی که جامعه انفجاری رو در مقابل خامنه‌ای و رژیمش قرار داده. از نمایش انتخابات و نگرانی از تحریم گسترده اون تا فرو رفتن در گرداب جنگ در منطقه که خودش مسبب اون بوده است. بحران انقلابی حاکم بر جامعه اکنون آنچنان بالا گرفته که حتی مهره‌ها و کارگزاران همین نظام هم در هراس از پیامدهای اجتماعی بحران موجود ناگزیر از اعلام هشدار شدند. در مورد این موضوع و بنبست خامنه‌ای همراه هستیم با آقای دکتر صادق پشفروش تا سوالات خودمون رو با ایشون مطرح کنیم. اجازه بدید آقای پشفروش در ابتدا بحث خودمون رو به درگیری‌های اخیر در جنگ منطقه و حمله آمریکا به نیروهای نیابتی رژیم در منطقه و گسترش جنگ بپردازیم. این تحول چه واکنشی در رژیم و محاسباتش داشت؟ بله. مقدمتاً اجازه بدید سلام کنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز ایران آزادی، آرزوی سلامتی دارم براتون. اما در پاسخ به سوال شما باید بگم که باید از این تحول و در واقع تهاجم نیروهای آمریکا به سوریه و به خصوص تو عراق به عنوان یک نقطه عطف تو جنگی که اخیراً تو منطقه از 7 اکتبر شروع شد اسم ببریم. تلفات اخیر رژیم تو سوریه و اشتباه محاسبه‌ای که خامنه‌ای تو داستان حمله به پایگاه آمریکایی‌ها در مرز اردن داشت ظاهراً خب کار دست آخوندا داده، به ویژه که ناظران سیاسی هم معتقدند که خامنه‌ای بعد از کشته شدن سربازای آمریکایی باعث بالا گرفتن فشار رو بایدن و به خصوص تهدیدهای نظامی آمریکایی‌ها برای پاسخگویی آخوندها و پاسدارانشون شده و اونا هم متقابلاً به هراس افتادن، به طوری که یکی از منابع رویترز نوشته که فرماندهان ارشد سپاه به همراه ده‌ها افسر دیگه ایرانی سوری رو ترک کردن و در واقع اینا در هراس از این حملات و تلفات جدید بوده. یه منابع دیگه هم تو همین زمینه اشاره میکنه که پاسدارایی که باقی موندن گفتن که اونا هم دفاتر خودشون رو ترک کردن و یا خودشون رو پنهان کردن. خب این وضعیت رژیم به دنبال این حمله است. اما جالبترین واکنش رژیم رو باید ما تو صحبت‌های کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ببینی که میگه ایران در 4 ماه گذشته اثبات کرده که جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد زمینه‌های ثبات در منطقه و پیشگیری از دامنه توسعه درگیری و تنش و بحران تو منطقه است و در واقع میاد میگه که ما به دنبال توسعه دامنه تو دامنه درگیری تو منطقه نیستیم، به دنبال تنش با هیچ کشوری هم نیستیم. و بعدم میگه میخوام تأکید کنم که جمهوری اسلامی ایران هیچ نیروی نیابتی تو منطقه نداره، که در واقع ببینید اینا رو همه از حراس اینکه دامنه جنگ اونو نگیره میگه. ببینید این همون رژیمیه که از زبان خامنه‌ای یا عبداللهیان وزیر خارجش برای کشورهای منطقه و آمریکا و کشورهای غربی مرتبا خط نشون میکشید، اونها را از طریق نیروهای نیابتیش تهدید میکرد. اما الان که آتش جنگ داره دامنگیرش میشه، خودشو بیطرف نشون میده که موج بخوابه. این وضعیت این رژیمه. بله آقای پشفروش، اگر یادتون باشه خامنه ای پس از بمباران‌های پایگاه‌های مرتبط با پاسداران توسط آمریکا و انگلیس چند روزی سکوت کرده بود، اما مجددا برای رویه دادن به نیروهاش ناگزیر از سخنرانی شد. به نظر شما علت این صحبت‌های جدید خامنه‌ای در مورد جنگ چی بوده؟ بله، به نکته خوبی اشاره کردید. تمرکز صحبت‌های خامنه‌ای روی خواص خودشون بود و گفت خواص اوضاع رو می‌فهمند، می‌شناسند و اگر خواص جامعه رو از این وضعیتی که در
قفلت هستن بیدار کنن و اگه این کار رو نکنن، حوادثی که پیش خواهد اومد ضربات تاریخی به ملت‌ها میزنه. در واقع منظور خامنه ای این بود که وضعیتی که وجود داره، اونم شرایطی که در جامعه هست، خب نظام با خطر قریب الوقوع قیام ها روبروه و اگر همین خواص، یعنی نفرات مخلص و مطیع مطلق خامنه‌ای مثل رئیسی و الان تعدادی که اطرافش موندن خودشون آماده مقابله با این حوادث نکنن، خطر سرنگونی در چشم اندازه. به روشن‌ترین وضع خامنه‌ای داره اینو میگه. جالبه که خامنه‌ای هم تو صحبتاش میگه خواص باید از دو پهلوگویی و بیان صحبت‌های تردیدآمیز به ویژه در موضوع جنگ پرهیز کنن، و بعدم اذعان میکنه که شکست جنگ افروزی در جنگ در منطقه باعث شکاف‌های عمیقی تو درون نظامش شده. بعدم به شکل مضحکی میاد میگه که ضربه قاطع به معنی وارد کردن یا وارد شدن جنگ با رژیم صهیونیستی نیست، بلکه به معنی قطع رابطه اقتصادی با رژیم صهیونیستیه، که این بسیار حرف عجیبیه، برخلاف حرفای قبلیشه. یعنی ما اهل جنگ نظامی نیستیم و هرچه طی این سالها شعار نابودی اسرائیل رو دادیم هم کنار بذارید، مسئله ما فقط حفظ تمامیت این رژیمه، با اسرائیل هم فقط قطع رابطه کنید. در واقع موقعیت خامنه ای ایجاب میکنه که این حرفا رو بزنه و در وضعیتی هست که شرایط بحرانی رو داره طی میکنه. او فکر میکرد که این جنگ در کوتاه مدت تموم میشه، اما هر قد که زمان طولانی میشه، زمان علیه خامنه ای و اهداف و نظامشه. بله، همونطور که میدونید خامنه ای به یک بحران جدی دیگه نیز روبروه، و اون هم نمایش انتخابات فرمایشیه که از ماهای قبل بر تبل تبلیغات اون میکوبه. صحبت های خامنه ای در مورد انتخابات، میخواستم بپرسم که چه نکاتی رو نشون میداد و تفسیر شما از صحبت های اون در این مورد چیه؟ واقعیت اینه که خامنه ای انتخابات رو یک پروژه امنیتی برای حفظ نظامش میدونه و به روشن‌ترین بیان هم گفته که انتخابات تضمین کننده اقتدار و امنیت ملیه، و گفت که اگر انتخابات با حضور گسترده مردم برگزار بشه، تهدید دشمن رو خونسا میکنه. یعنی با صحبت‌های خودش بر مهندسی نظام در مورد انتخابات به عنوان تنها راه حل تاکید میکنه. یعنی از یک طرف برای یک دست کردن نظام و بستن تمام شکاف ها مجبور شده که همه مخالفین و حتی نقزن های درون باند خودش رو هم حذف کنه، ولی از یه طرف دیگه میخواد با اعلام کلان آمار تقلبی حضور پرشور مردم رو، به اصطلاح پرشور مردم رو هم در انتهای این انتخابات نمایشی نشون بده. این در واقع مهندسی خامنه‌ایه، و با این شیوه به نوعی همون اقتدار کاذب رو که از جنگ طلبی تو منطقه انتظار داشت و به دست نیاورده، اینجا تو انتخابات بتونه به دست بیاره و روحیه پایین در واقع نیروهاشو اینجا بتونه تا حدودی که میتونه در واقع بالا بیاره. البته باید به این موضوع هم اشاره کنیم که خامنه‌ای تو وانفسای بحران‌های متعددی که باش روبروه و از جمله نمایش انتخابات، تلاش میکنه که با تصفیه نزدیکترین کارگزاران خودش از جمله روحانی که دیدیم و بقیه آخوندهای دون درش مثل پور محمدی و غیره، مسئله جانشینی خودش رو هم حل کنه. و این تو این تصفیه همه کسانی که با هژمونی او کمترین مخالفت رو دارن رو حذف بکنه تا بتونه فرد مطلوبش رو بدون مخالفتی تحمیل کنه و وارد بکنه. بله، حالا که بحثمون به این نقطه رسیده، اجازه بدید ببینیم باستاب این بحران ها از گسترش جنگ در منطقه و
خاله‌سازی های رژیم برای نمایش انتخابات و بعد هم یک رئیس جمهور درمانده در درون حاکمیت به چه شکل خودش رو نشون میده و یا نشون داده. تو تحولات اجتماعی قانونی هست، اونم اینه که تو مواقعی که بحران انقلابی بر جامعه حکم فرما میشه، شرایط عوض میشه و این قانون میگه که دوستان قدیم تو حاکمیت دشمن هم دیگه میشن و این قانون تو میهن ما هم الان صدق میکنه و همین حکایت باند خامنه‌ایه که دستجات مختلف اون بعد از شکست پروژه خالص‌سازی نظام و بارز شدن بی‌عرضگی بیش از حد رئیسی و جریاناتی که الان تو منطقه ایجاد شده و شکست‌های رژیم، الان می‌بینیم چطور به همدیگه می‌پرن. البته باید بحران‌ها و شکست‌های گفتم داخلی و خارجی را هم به اون هر روز اضافه کنیم. اما اجازه بدید برای پاسخ به سوال شما اشاره کنم به این صحبت‌های هاتف صالحی، این کارگزار حکومتی از باند غالب، همون اصولگرات، که در مورد کارنامه رئیسی و نمایش انتخاباتی نظام میاد اونو به خیانت متهم میکنه و میگه که رئیسی وقتی دولت تشکیل داد نمیدونست مسائل نظام و کشور چیه؟ اگر نمیدونست خب خیانت کرده به مردم و که اومده کاندید شده. پس وقتی شما اومدید کاندیدای ریاست جمهوری شدید، یعنی یک فهمی از مسائل داشتی و حاکمیت هم به این نتیجه رسیده بود که آقای رئیسی و تیمش میتونه این مسائل رو حل کنه. خب دو سال از انتخابات ریاست جمهوری گذشته نگاه میکنیم، میبینیم که حداقل ترین دولتیه که تا حالا وجود داشته این همین دولت آقای رئیسیه و تو تاریخ نمونه نداشته و میبینیم هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاده، هیچ امیدواری هم وجود نداره. خب نگاه میکنیم میبینیم به وعده هایی که دادن جامعه عمل نپوشوندن. اگه قرار باشه من مردم به ازای ناکارآمدی کارگزاران جمهوری اسلامی هر بار بیام پای صندوق های رأی، خب من حس میکنم از یک جایی به من و شعور من توهین شده و در واقع این توهین به شعور خود منه. خب این حرف این کارگزار رژیمه که از باند خود اصولگرا هم هست که به بهترین شکل پاسخ سوال شما رو میده. بله آقای دکتر، به عنوان سوال آخر، با توجه به بحران‌های مختلفی که خامنه ای و رژیمش در اون فرو افتادن، شما وضعیت و پیامدهای این وضعیت و این شرایط رو در آینده به چه صورتی می‌بینید؟ خب باید بگم که جامعه جهانی الان به میزانی متوجه شده که سر مار جنگ افروزی تو تهرانه و روز به روز در عرصه سیاسی و بین المللی و هم تو عرصه نظامی سمتگیری به سمت سر مار هست. تضادهای منطقه‌ای و جهانی با شیوه تعامل، مماشات، گفتگو با رژیم نه تنها مسئله حل نکرده و باعث کاهش در واقع تضادها نشده، بلکه به صورت روزافزونی در حال گسترشه و بحرانها رو داره اضافه میکنه. هر روز دنیا، سیاستمداران و رهبران جهان بیشتر به این باور میرسند که رژیم حاکم بر ایران در کانون همه جنگ افروزی ها و مشکلات قرار داره. اگه بخوایم مسئله حل بکنیم باید همون رو نشانه بگیریم. هر قدر هم که زمان جنگ در منطقه طولانی تر میشه، آثار این شکست باعث افزایش شقه درونی و به هم خوردن تعادل رژیم و به دنبال اون تأثیرش رو هم ما تو نمایش انتخابات بیشتر میبینیم. و باید بگم که هرگز بازگشتی به گذشته و تعادل پیشین هم متصور نیست. بنابراین به نظر من مهمترین نتیجه شکست خامنه‌ای در این جنگ افروزی شعله‌ور شدن قیامه
و این همون چیزیه که به دلیل بنبستی که گرفتار شده از اون گریزی نخواهد داشت. دیگه این بار با سرکوب هم نمیتونه مانع قیام گرسنگان و قیام مردم به جان آمده بشه و قیام در مداری بسا بالاتر راه میبره به سرنگونی تام و تمام این نظام حاکم. با تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید، خیلی ممنون. خواهش می‌کنم.